انتخابات الکترونیکی یکی از خدمات دولت الکترونیکی است که با استفاده از بالاترین سیستم های ایمنی تکنولوژی معلوماتی برای دهنده این امکان را می دهد که رای خود را به اطمینان ارائه کند. فناوری رایدهی الکترونیکی با شیوه های مختلف در جهان در حال تطبیق است. نکته مهم در استفاده از انتخابات الکترونیکی این است که هزینه انتخابات کاهش می‌یابد و شفافیت تضمین می‌گردد. تطبیق این پروسه نیاز به هویت الکترونیکی دارد. یعنی تذکره الکترونیکی یک امر مهم در تطبیق این پروسه می باشد. این پروسه از شروع الا ختمش قابل بازرسی و چک می باشد. در این پروسه از روش های رمزنگاری و یا کریپتوگرافی استفاده می شود که تمامیت و محرمیت آرا را تضمین می کند و همچنان از صحت رای دهندگان اطمینان می دهد. خب حالا ما تذکره الکترونیکی را داخل سیستم رایدهی الکترونیکی می سازیم. انگشت خود را بالای سیستم بایومتریک می گذاریم. نشان انگشت ما با نشان انگشتی که در داخل چپ ثبت است با او سر داده میشه. بعد از اینکه اینا سر خوردن برگه رایدهی پرنت میشه. یعنی به این معنا که یک تذکره، یک شهروند، یک نشان انگشت و یک رای. حال ما کندید مورد نظر خود را انتخاب میکنیم، رای میتیم و این او کودی است که برگه ها را با هم تفکیک میکنه. بعدا این برگه داخل دستگاه شمارش الکترونیکی انداخته میشه و او دستگاه شمارش با استفاده از امو کود خاص هر برگه را شمارش میکنه. خب این شیوه کاملا الکترونیکی نیست، چرا که ما از برگه رایدهی استفاده کردیم و در شیوه کاملا الکترونیکی ما به برگه رایدهی نیاز نداریم. حال ما از شیوه کاملا الکترونیکی استفاده میکنیم. تذکره الکترونیکی را داخل سیستم میسازیم. انگشت خود را بالای سیستم بایومتریک میگذاریم و بعد از اینکه نشان انگشت ما با چپ سر خورد ما لیست کاندیدا را بر روی صفحه میبینیم. حال کاندید مورد نظر خود را انتخاب میکنیم. ما بر روی صفحه دو علامه را میبینیم، یک علامه سرخ و یک علامه سبز. علامه سبز به معنای تایید و علامه سرخ به معنای برگشت به صفحه اصلی. ما اگر اشتباه هم کسی دیگه را انتخاب کرده باشیم بازگشت میکنیم به صفحه اصلی و کاندید مورد نظر خود را انتخاب کرده او را تایید میکنیم. بعدا رای با امضای الکترونیکی که در داخل چپ است امضا شده به مرکز معلومات انتقال می‌یابد. اتباعی کشور پس می‌توانند که نتایج زنده انتخابات را از طریق تلویزیون‌ها برای راست مشاهده کنند.